سلام، خوش اومدید به کانال خودتون فرشاد پوداش. چقدر نزدیکم. توی این قسمت میخواییم بریم ترک مادر رو گوش کنیم از پوریا پوتک و کلی گریه کنیم از قضا. بچه ها از روی که لطف دارن به من سر هر ویدئوی احساسی من باید اینو بگم، و از اونجایی که میدونن من با این ترک ها خیلی این ترک ها رو من تأثیر میذاره، این ترک ها معرفی کردن و واقعا نمیشه هر سری چی میگن تو یه ماه مثلا دو سه تا این ترک گوش داد. من تن تقسیمشون کردم، هر ماه یه ترک اینجوری احساسی تاثیرگذار. و فکر کنم یه ماه شده از موزیک قبلی پوتک به اسم پدر مادر که گوش دادیم. یکی ترک اسمش مادره دیگه، پدر مادر نیست، مادر. مشخص قضیه چیه دیگه، مشخص قراره گریه طولانی ما هم داشته باشیم. و اگر فورگنگا رو تو کامنت نوشید بریم سراغ موزیک، که بعد از شنیدن موزیک من قطعا انقدر انرژی نخواهم داشت. بچه پدر مادر از پوریا پوتک ریاکشنشون توی در اینجا ببینید. تا انرژی دارم هنوز بگم. حاجی پسر بود تو همین کوچه بغل لسی، توی خونه نقلی همین پایین کمربندی. پدر تا شب سگدو میزد ولی به خدا پدر سگنی. این پولو میبینی، این کاغذه پدر سگنی. پسرک کوچولو بود، ناز یه جیگر 7 ساله هر روز. آره کلا پدر سگدو میزد ولی به خدا نام چی حال قسمی. پدر سگنی، پوله رو میبینی، این کاغذه پدر سگنی. همین پایین کمربندی. پدر تا شب سگدو میزد ولی به خدا پدر سگنی. این پولو میبینی، این کاغذه پدر سگنی. پسرک کوچولو بود، ناز یه جیگر 7 ساله هر روز یه توپ و هدیه میداد به شیشه همسایه. مادرش هم همیشه میبوسیدش، جا این که بگه سرسام سر گرفتم مثل درباره، مثل تنباره، مثل پروانه. خلاصی که گذشت و هی یه چند سالی رفت، مادرش کمش زد و سایز بچه شد شلوار بک. پدرم که سال تا سال یادمه یه کت فیکس داشته تا این پسر کوچولو تو مدرسه خوشتیپ باشه. پسرک به مادره میگفت جادوگر هو، یا که به مامانش میگفت نابودگر دو. مامانش یه چش داشت و پسر بچه خوب، همیشه از مامانش خجالت میکشید. توف راجل پدر مادر. این همون موزیکیه که فکر کنم من اینو شنیدم چند سال پیش، که مادرش زشت بود، یه اتفاقی واسه شون یادم نیست اتفاقشی بود، مادرش زشت بود، بچه از مامانش میترسید، بهش میگفت جادوگر فلان. اینو گفت یادم اومد. همونه؟ اگه همونه من همینجا تسلیم، من برم. اگه همونه برم ناموسم. چرا معرفی میکنید این بودی کارو به من؟ خلاصی که گذشت و هی یه چند سالی رفت، مادرش کمش زد و سایز بچه شد شلوار بک. پدرم که سال تا سال یادمه یه کت فیکس داشته تا این پسر کوچولو تو مدرسه خوشتیپ باشه. پسرک به مادره میگفت جادوگر هو، یا که به مامانش میگفت نابودگر دو. مامانش یه چش داشت و پسر بچه خوب، همیشه از مامانش خجالت میکشید. توف راجب پدر مادر. ما در عمرمون دیدیم، تجربه عمرمونه، افرادی که پدر مادر ازشون راضی بودن دست به هر چیز دادن تلاش. افرادی که پدر مادرشون راضی نبودن هر چی میزنن نمیشه. حاجی این حرفی که میزنه هر با تموم بی اعتقادی من به این چیزا، به این حرفا، یه چیزی تو وجود آدم هست میگه اینو باور کن. چرا؟ چون نتیجهش خوبه. چی میشه اگه پدر مادرت ازت راضی باشه؟ سوال میکنن یا ما هر چی میزنیم. هنوز هست مثلا غلبه کنم به اینجور چیزا. یه روز بارو بندیل کیف کولی پوش کفش بندی، با رفیق قرار سر تختی، هر روز تو را شرط بندی، هر روز مدرسه با تاخیر. انقدر عجله داشت تغذیه رو جا گذاشت در کیف، مادرک تا تغذیه رو دستش نده شاد نمیشه. میره مدرسه، پسره میگه اومدی اینجا که چیشه، حالا یه روز گرسنه بمونم چی میشه. دوستا همه میگن مامان قول آخر اویل شیشه. آه چند سالی میگذره میره، پسرک زن میگیره، بچه دار میشه، میذاره با زنش از شهر میره. تا نکنه یه وقت مامانه باعث خجالت اون شه. مامانه قدیما بیدار تو خواب اون روشه، سالیان سال نه مامانو میبینه نه بهش زنگ میزنه، هر روز به یه بهونه ای رو نیومدنش رنگ میزنه. مامانه میگه بیا بریزم، نمیخوام یقتو بگیرم، تو رو خدا یه سر بهم بزن، میخوام نوهمو ببینم. پسرک راضی نمیشه، مادرش میمیره، میره شهر رو تاخچه یک نامه ای از اون میبینه. پسرم بچه بودی قشنگ. من نمیتونم نامه رو گوش کنم.
پیشونی مگه مو داره مور مور شد؟ پیشونی اینجوری شده. میره شهر رو تاخشه یک نامه از اون میبینه، پسرم بچه بودی قشنگ ناز زیبا، توی تصادف یکی از چشات شدش نابینا، خواستم با تو تا چشات بچه تو ببینی تا بشم شاد، پسرم هر جا هستی مواظب چشم باش. یه نه با اوننم راضی بودم من، بله زمان حیات راضی بودم، حالا که مرده یادش نکردی ناراضی شده. خیلی زمان حیات شما راضی بودن، اما الان که فوت کرده براش کار خیر کردی؟ حالا کاری نداریم که یه داستانی گفت و من میخوام اینم هنوز هست مگه همچین آدمی، همچین آدمی من هستن که بگن مثلا از مادرشون از چه میدونم از هر کسی بستگانشون یه مشکلی داشته میشه خجالت بکشن، اصلا این طرز فکر من وجود داره هنوز. خیلی زشته ای وجود داره، ای وجود داره داداش، بازم بخون، بازم اینجوری بخون تا روزی که این طرز فکر به این بره. چه طرز فکر مسخره ای؟ یعنی چی؟ از هر چی مشکل داشته باشه مادرت چه کار زشتیه؟ صدای پای مادر رو شنیدم خوشحال شد. من مامانم یک کاری بهم گفته بود، گفتم نمیرسم انجام بدم، من بعدش این اینترک میدم کارهای فرد و اصلاحش هم انجام میدم. بچه اگه بازم از این ترک ها میشناسید معرفی کنید، من این ماه هوش نمیدم رفت و ماه بعدی انشالله، یه این ماه به اندازه کافی متاثر شدم. و نظرتون راجع ویدیو، راجع موزیک، راجع به هرچی اتفاقات مادر پدر تابلو نور هرچی بنویسید، و اگه نظری ندارید فورکن یادتون نره، ویدیو های دوست داشتید لایک یادتون نره، دوست نشید دیسلایک یادتون نره، و این حرکت اینجوری داشتید چرا باید دیسلایک کنید؟ بحث همین بود. اگر دوست داشتید کانال سابسکرایب کنید، و اگر سابسکرایب کرده بودید چک کنید که هنوز سابسکرایب داشته باشید، و تا ویدیوی بعدی فورکن.